سلام بچه ها، به کانال ورد آف فکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از خنده‌دارترین کاراکترهای آماده کردم که شما میتونید توی بازی‌های ویدیویی آزاد کنید. برخلاف بقیه من عاشق بازی‌هایی هستم که توی اونها یه سری کاراکتر از همون اول آزاد نیستن و شما باید با انجام دادن یه سری ماموریت‌های خاص اونها رو آزاد کنید. به این کاراکترها گفته میشه unlockable. از جمله بازی‌های مورد علاقه من که توی این کاراکترهای قفل زیادی وجود داره میتونم به اوروچی واریورز اشاره کنم. البته باید این نکته رو هم بهتون بگم که توی اوروچی واریورز همه کاراکترها جذابن، اما یه سری از عناوین هستن که کاراکترهای قفل خودشون در عجیب‌ترین و خنده‌دارترین حالت ممکن قرار داره. من امروز قصد دارم این کاراکترها رو براتون معرفی کنم. شماره 10، دست، تونی هاکس آندرگراند 2. معمولا بازی اسکیت بورد چندان خودشونو جدی نمیگیرن، برای همین هم هست که توی اون کاراکترهای مختلف و عجیب زیادی رو میبینید. تونی هاکس از جمله اولین بازی اسکیت بورد بود که تونست هم نمرات بالای بگیره و هم فروش خیلی خوبی داشته باشه. تو این بازی برای اینکه بخوان یکم چاشنی فان اضافه کنن از کاراکترهای مختلفی استفاده کردن که بعضیاشون به صورت مهمان به بازی اضافه شده بودن، مثل اسپایدرمن و دارث مال توی استار وارز. اما اگر من میخوام فقط یکی از اونا رو انتخاب کنم، قطعا میرم سراغ دست. همونطور که میبینید این دست خودشو به شکل پا و بدن درآورده، یعنی همون کاری که همه ما وقتی بچه بودیم میکردیم. استفاده از این کانسپت توی اسکیت بورد سواری به نظرم خیلی جالبه. واقعا خیلی حال میده که شما با این دست از روی موانع مختلف بالا و پایین بپرین و حرکات مختلفی از خودتون در بیارید. شماره 9، توفو، رزیدنت ایویل 2 اوریجینال و ریمیک. بریم سراغ یکی از قدیمی‌ترین بازی‌هایی که توی لیست خودمون وجود داره، یعنی رزیدنت ایویل 2. توی این بازی اسرار خیلی زیادی وجود داشت که بعضیشون ترسناک بودن، بعضیشون ایسترک و بعضیشون خنده‌دار، مثل توفو. شما برای اینکه بتونید این کاراکتر رو آزاد کنید باید بازی رو دو مرتبه تمام می‌کردید، دفعه اول با لیان کندی و دفعه دوم با کلر ردفیلد. خب بعد از اینکه شما این دوتا کار انجام دادید توی بخش سروایور بازی یک قسمت جدید آزاد میشه. اگه شما به اون بخش برید حالا میتونید کنترل یک توفوی گنده رو به دست داشته باشید. حالا توفو شاید بپرسید چیه؟ توفو در واقع یه جور خوراکیه، شما همون نون در نظر بگیرید. حالا حساب کنید با این نون گنده که چاقو هم دستشه باید برین سراغ زامبیا اونا رو بکشید. یه نکته خیلی جالبی که ایجاد شده اینه که واقعا حالا دیگه منطقی میاد که چرا زامبیا میخوان شما رو بخورن، چون واقعا خوردنی هست. خب بعد از اینکه نسخه رزیدنت ایویل 2 ریمیک شد، خیلی‌ها باور داشتن که این قضیه توی اون استفاده نشده، یعنی ما شاهد کاراکتر توفو توی اون نیستیم. اما باید این مژده بهتون بدم که توی رزیدنت ایویل 2 ریمیک هم اونا از این قضیه استفاده کرده بودن، که به نظرم خیلی جالبه. یکی از بخش‌های جذاب توفو توی رزیدنت ایویل 2 ریمیک صداشه که خب خیلی عجیبه. شماره 8، توالت فرنگی، سینت رو 3. سینت رو یکی از اون بازیایی که واقعا عجیبه، یعنی توی اون شما ممکنه هر چیزی رو ببینید و هر اتفاقی بیفته. توی این بازی یه سری کاراکتر هستن که شما میتونید اونا رو آزاد کنید و ازشون به عنوان کاراکتر قابل بازی استفاده کنید. یکی از عجیب ترین اونا مربوط به توالت فرنگی میشه، یعنی شما همونطور که میبینید با این توالت سفید که دهنش بالا و پایین بشه میتونید توی شهر بچرخید، تفنگ دستتون بگیرید، آدما رو بکشید، سوار ماشین بشید و خلاصه هر کاری که دوست داشته باشید و میتونید انجام بدید. اما قسمت مورد علاقه من برای زمانی که شما از این کاراکتر توی کاتسین های خودتون استفاده کنید که لحظات خنده دار خیلی جالبی خلق میشه. به نظرم این کاراکتر فقط یه ایراد خیلی کوچیک داره، یعنی توی اون انیمیشن خوب چندان رعایت نکردن، یعنی وقتی که شما دارید راه میرید انگار دارید مثل ماهی توی آب شنا میکنید، که خب به نظرم اگه انیمیشن رو یکم بهتر میکردن خیلی هم کارشون جذابتر میشد. شماره 7، کلینتون ها، بازی NBA Jam Tournament Edition. احتمالاً همه شما با هیلاری کلینتون آشنایی دارید، یعنی همون رقیب اصلی دونالد ترامپ توی انتخابات قبلی آمریکا. اما آیا میدونستید که هیلاری کلینتون همسر یکی از رئیس جمهورهای سابق آمریکا، یعنی بیل کلینتون بود؟ خب یه نکته خیلی جالبی وجود داره. توی بازی NBA Jam Tournament Edition شما میتونید کلینتون ها رو انتخاب کنید و با اونا بسکتبال بازی کنید. واقعا از نظرم خیلی جالبه وقتی شما هیلاری کلینتون رو دارید و بعد اون میپره هوا اسلم دانک میزنه.
به شخصه از این ایده خیلی لذت بردم. توی این فکر هستم که شاید یه نفر بخواد روزی یک بازی فایتینگ بسازه و توی اون بخواد از کاراکترهای مهم ایران استفاده کنه. مثلا حساب کنید که حسن روحانی در مقابل احمدی نژاد قرار میگیره، با هم دیگه مبارزه میکنن. مثلا میتونیم از این قضیه هم استفاده کنیم که روحانی از عمامه خودش به عنوان کلاه کونگلاو استفاده میکنه و اونو پرت میکنه به سمت حریف. به نظرم خیلی جالب میشه. شماره 6، تی‌رکس نید فور اسپید 2. 3 2 1. اگر فکر میکنید این کاراکترهای خنده‌دار که شما میتونید اونا رو آزاد کنید فقط توی بازی فایتینگ حضور دارن، باید بهتون بگم که سخت در اشتباه هستید. چرا که معمولا توی بازی ریسینگ هم شما ماشین‌های مختلفی رو آزاد میکنید که بعضیشون واقعا جذاب هستن. در واقع به نظرم یکی از اصلی‌ترین دلایلی که من سابقا بازی ریسینگ انجام میدادم این بود که میتونستم ماشین‌های مختلف آزاد کنم و بهم حال میداد. اما خب توی نید فور اسپید 2 شما میتونستید یه ماشین آزاد کنید که تنها لغت مناسب برای توصیف کردنش پشمام بود، تی‌رکس. توی نید فور اسپید 2 شما میتونستید با تی‌رکس مسابقه بدید، یعنی این دایناسور خیلی گنده که اول خط دارید تماشاش میکنید. درسته که شاید الان گرافیک یه ذره قدیمی به نظر برسه، اما حساب کنید که شما در همون سالی که نید فور اسپید 2 عرضه شده بود با این قضیه رو در رو میشید، چقدر تعجب میکردید. البته اینم یه ایراد خیلی کوچیک داره، دقیقاً مثل همون توالت فرنگی که توی سنترو 3 بهش اشاره کردم. اونم اینه که تی‌رکس اصلاً انیمیشن نداره، یعنی اینکه مستقیم داره میره. اگه میتونست روی پاهاش بدوه به نظرم خیلی جذاب‌تر میشد. البته فکر کنم اگه اونم خواستن همچین کاری رو بکنن هزینه ساخت بازیشون خیلی بیشتر میشد. در ضمن اگر میتونستن این قابلیت هم اضافه کنن که شما ماشین‌های جلویتون رو گاز بگیرید، دیگه نور علا نور میشد. شماره 5، گوشت اسکیت 3. اگه شما بازی مورتال کمبات آرمگدون انجام داده باشید احتمالاً اونجا با کاراکتر به اسم میت یا همون گوشت آشنایی دارید، یعنی یک کاراکتری که انگار یه انسان بوده و پوستش کامل کندن و حالا فقط گوشتش باقی مونده. چندشه ولی چندان عجیب نیست. میدونید عجیب چیه؟ اینه که شما واقعاً با یک تیکه گوشت بازی کنید. توی اسکیت 3 که یکی دیگه از عناوین مهم بازی اسکیت سواری به حساب میاد، شما میتونید یک کاراکتر خیلی جالب آزاد کنید، یه تیکه گوش، یه استیک که سوار اسکیت بورد میشه و بعد شما میتونید با اون حرکات خیلی خفنی بزنید. برخلاف اون تی‌رکسی که توی نید فور اسپید 2 بهش اشاره کردیم، این گوش توی بازی اسکیت 3 واقعا روش انیمیشن کار شده و شما میتونید تکون خوردنش رو وقتی که میپره تماشا کنید. البته این قضیه هم باید اشاره کنم که اسکیت 3 خیلی جدیدتر از نید فور اسپید 2ه. توی فرانچایز تونی هاکس بین تمام کاراکترهای عجیب من دست رو انتخاب میکنم، اما توی فرانچایز اسکیت بدون هیچ شکی این تیکه گوشت حرف اول رو میزنه. شماره 4، کاراکترهای مختلف بازی تایم اسپلیتر فیوچر پرفکت. اونایی که پلی استیشن 2 باز باشن احتمالاً با بازی تایم اسپلیتر آشنایی دارن، یعنی یه فرانچایز اول شخص که توی اون شما کاراکترهای جذاب خیلی زیادی داشتیم. اساساً به نظرم تایم اسپلیتر یکی از دلایل محبوبیتش همین بود که اصلاً خودش رو جدی نمیگیره. همینطوری کاراکترهای مسخره و خنده‌دار زیادی رو به صورت دیفالتن داشتید و میتونستید ازشون استفاده کنید. اما خب اگر بعضی از ماموریت‌ها رو انجام میدادید و بعضی از مراحل خاص رو رد می‌کردید، میتونستید یه سری کاراکترهای خیلی عجیب‌تر هم آزاد کنید که به نظرم هیچی نگم بهتره. شما فقط به تصاویر نگاه کنید. Great choice. Drop. My friends call me Spoony Legs. گاوه قصابی شده. کلی کاراکتر که هنوز توی جعبه اکشن فیگر هستند. Bend me in any direction. Glovener, pick me. I'm quite handy. I'm walking on air. شماره 3، عروسک بادی سنترو 3. همونطور که گفتم توی سنترو شما میتونید کاراکترهای مختلف زیادی رو آزاد کنید که بعضیشون واقعا عجیبن. خب علاوه بر اون توالت فرنگی شما میتونید یه عروسک بادی خانوم هم ببینید که البته من بهش میگم عروسک بادی اما به منظور چیز دیگه ای استفاده میشه. دلیلی که باعث میشه من این عروسک بادی رو بالاتر از توالت فرنگی قرار بدم به خاطر انیمیشنشه.
همونطور که گفتم، وقتی که شما دارید با توالت فرنگی بازی میکنید، انگار فقط اون داره روی هوا شناوره و چندان حس جالبی رو بهتون منتقل نمیکنه. اما وقتی که شما کنترل این عروسک بازی رو به دست دارید، تمام چیزایی کم واقعی تره. یعنی انیمیشن دویدن اون وقتی که سوار ماشین میشه و یه زمانی که سلاح به دست گرفته. به همین دلیل است که من ترجیح میدم اون عروسک بازی رو اول بیارم و بعدش بخوام به توالت فرنگی اشاره کنم. اما با این حال به نظرم دوتاشون خنده‌دار هستن و میتونن اوقات جذاب زیادی رو برای شما رقم بزنند. شماره 2، هورنت، سگا فایتر مگامیکس. سگا فایتر مگامیکس یه بازی فایتینگه که توی اون از کاراکتری معروف سگا استفاده شده. خب بجز این کاراکتری معروف، کلی کاراکتر عجیب و غریبی دیگه هم توی این بازی حضور دارن که میتونید الان یه نگاهی بهشون بندازید. با اختلاف خیلی زیادی، خنده‌دارترین و عجیب‌ترین کاراکتری که توی این بازی حضور داره مربوط به این هورنت میشه. یعنی این ماشین که توی یکی از فرانچایزهای قدیمی نچندان معروف سگا حضور داشته. وقتی که شما دارید با هورنت مبارزه میکنین، اون از لاستیکاش برای لگد زدن و مشت زدن استفاده میکنه که حتی ساوند افکت خیلی جذابی هم داره. اما از نظر من میدونید چی اصلا عجیب‌تره؟ بک‌گراند این کاراکتر. هورنت توسط روح یک استاد کنفو که چند سال پیش توی مسابقه ماشین سواری کشته شده تصویر شده و حالا اون به عنوان یک روح انتقامجو برگشته. واو، فقط واو. شماره 1، کاراکترهای مختلف. بازی توبالت 2. توبالت 2 یکی از اون فرانچایزهای فایتینگی که اصلا معروف نیست و فقط با انجام کارهای احمقانه می‌خواست اسم خودش رو سر زبون‌ها بندازه. تصور کنید یه بازی وجود داشته باشه که شما بعد از اینکه کمپین یا همون داستانش رو رد کردید، توی قسمت مبارزش بتونید از تمام کاراکترهایی که داخل داستان بودن و حتی از تمام اشیا و حیواناتی که اونجا بودن به عنوان مبارز استفاده کنه. توبال دو دقیقاً همچین بازیه. یعنی توی اون نه تنها تمام حیوانایی که شما توی مراحل دیدید، بلکه تمام اجسامی هم که دیدید به عنوان کاراکتر حضور دارن و میتونید باهاشون مبارزه کنید. از نظرم هیچ جمله‌ای نمیتونه عمق این شیر تو شیر رو توصیف کنه. برای همین فقط بهتره شما به این تصاویر نگاه کنید. خب بچه ها، اینم از لیست امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. اگه شما هم کاراکتر عجیب و خنده‌دار دیگه میشناسید که میشه اونا آزاد کرد، حتما توی کامنت ها با بقیه و ما به اشتراک بگذارید. من اینجا یه تشکر بکنم از مهدی، عاشقتم بهترین گیمر جهان که ما رو دونیت کرد. اگه شما میخواید از ما حمایت کنید، میتونید از لینک ریمیت زیر استفاده کنید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب کنید. آرزو میکنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.